گذاری از این که فرا خوندین که این موقعیت و فرصت رو داشته باشم که در مورد این سفر آینده اون به شهریور ماه در تاجیکستان صحبت کنم. عنوان سخنان من هست سرزمین های آزاد ایران زمین. پس برای اینکه این گفتمان ادامه بدیم، اول باید ایران زمین رو تعریف بکنیم که ببینیم کجای این ایران زمین آزاده و کجاش گرفتاره. چند واژه در مورد خود کانون فرهنگ پارسی که ما در 12 سال پیش از دانمارک آغاز کردیم و الان هموندانمون در سراسر دنیا از ایران و اروپا و آمریکا و سایر نقاط دنیا هستند. ما شروع کردیم با این آرمان که فرهنگ ایران رو نگاه داریم و خیلی هم زحمت کشیدیم در این راه، ولی احساس کردم که یواش یواش مثل این که جمهوری اسلامی از این کارهای ما خیلی خوشحاله که ما داریم این کار رو میکنیم. اینه که به شک گفتم نکنه این آرمان درستی نیست، ما داریم در این راه حرکت میکنیم. و بعدا به این نتیجه رسیدم که بله درست، مثلا چیزی به نام سازمان فرهنگ در لس آنجلس هست که بسیار هم از عریض و طویل و خیلی کارا میکنه، ولی اینا دستشون تو دست نایاک تا اونجا که میبینم و از ایران هنرمند میارن. اینه که ما کلا این کار زنده نگاه داشتن فرهنگ ایرانو فعلا پارک کردیم، گذاشتیم کنار. یه مقداری تو این کارا البته ما پیوندی پیدا شد بین ایرانی تباران که در تاجیکستان و در افغانستان و در همین نقاط اروپا هستن که پدر مادرش ایرانی بودن و اینا دوست داشتن، ما اینا ادامه دادیم. ولی از حدود 3 سال پیش همه نیرومونو گذاشتیم روی توانبخشی به جبهه آزادگان. البته وقتی که جبهه آزادگان میگیرم، این جبهه به همون مانند نام جبهه ملی سابق یه چیزی چتریه در مد نظر ما که جنبش ایرانگرایی در صدرش قرار داره، ولی پشت سرش خب بقیه آزادگان هم هستن. اگر خواستیم بیشتر بدونین، اون تارنمای ما نشانش در پایینه که میتونین ببینیم. سیاه گفتارم و من بخش کردم، یه خطچین گذاشتم در بالاش. اول میریم به این که ببینیم ایران زمین چیه، گسترده تاریخش رو نگاه میکنیم و به پارسی زبانان توجه میکنیم. بعد در مورد جشن خودسالاری تاجیکستان و این ارمغانی که ما به عنوان ایرانیان برومرز در رابطه با این جشن اینا میدیم صحبت خواهم کرد. بعد میرسم به اون نقطه چین. اگر احساس کردیم وقت کافی داریم، ادامه میدم به خود سفر و سفری که پیش از جشن قراره امسال بکنیم و سفری که پس از جشن قراره انجام بدیم و اینا رو ادامه میدم. اگر که دیدیم که وقت کمه، شما دستور میدیم ما سخنان اونو همونجا در نقطه چین خاتمه میدیم و اون بقیهشو میذاریم برای نشست آینده. برای اینکه ایرانو یا ایران زمین رو تعریف کنیم، باید به زبانهای ایرانی توجه کنیم و زبانهای ایرانی یکی از 4 شاخه خیلی مهم زبانهای هندو اروپایی اینجا به صورت آبی نشون داده. البته شاخهای زبانهای هندو اروپایی بیشتر از این 4 شاخه است که اینجا نشون داده و زبانهای کوچکتر هم هست، مثل یونانی یا ارمنی که شاخه‌های کوچکتریش هستن، ولی شاخه‌های اصلش همینه که می‌بینین. اسلاف‌ها رو با سبز نشون دادن، لاتین‌ها رو با قهوه‌ای و ژرمن‌ها رو با قرمز. ولی ما به قسمت ایرانی توجه می‌کنیم. خواهش می‌کنم به اون نقشه نگاه کنین آبی، ببینین که مثلا در آذربایجان زبان ایرانی نیست. علتش هم اینه که خب نژاد آذری ها ایرانیه، ولی زبان اصلی آذری از دست رفته و به صورت ترکی در اومده امروز. برمیگردیم حالا بیشتر نگاه میکنیم و سرچشمه‌های آریایی ها رو ببینیم و ببینیم ایرانی ها که بخشی از آریایی هستن کجا اومدن. اون قسمت مرکزی که میبینیم با صورتی یا ارغوانی نشون داده شده، اون در حقیقت شمال قفقاز و یا خاور اوکراینه که همه هندو اروپایی ها از اونجا سرچشمه گرفتن. اون یه بخششون اومدن رفتن طرف یونان و اومدن به ترکیه امروزه، که این بخش خیلی پیشتر از اون بوده که آریایی های ایرانی به
فلات ایران اومدن. اونایی که به ایران اومدن میبینین فلشایی که رفته از شمال دریای مازندران و شمال دریاچه آرال، یه عدهشون رفتن به طرف چین و اونجا گیر کردن و از اون کوها رد نشدن موندن، یه سریشون اومدن پایین و دو بخش شدن که به کشمیر و شمال هند رفتن و بقیهشون اومدن داخل ایران امروزه، که البته حرکتشون اونطوری دقیقا نبوده که بیان برن مثلا بلوچستان بیان، اینا از راه کوه اومدن که ما اینجا بهتر میتونیم ببینیم. اند اوکراین میرن بالا و از شمال قزاقستان میان پایین به جنوب دریاچه آرال، اونجا که نوشته ایران ویچ، اونجا مستقر میشن، سالها اونجا میمونن ایرانی ها و ایرانی تبارها و ایرانی زبانها، و توی ازبکستان میان به طرف تاجیکستان، میان پایین تر از بدخشان به حدود بلخ میرسن و از اونجا رو به باختر میکنن، از طریق سلسله کوههای البرز میام تا ارومیه که ما خیلی پیش از آغاز حکومت هخامنشی میبینیم که در نوشته های یا گل نوشته های کلدانیا و آشوریا از پارسی ها صحبت میکنن که اونجا بودن، و پارسی هایی که اونجا بودن یا قوم پارس که اونجا بوده در ارومیه ذله میشه از دست این نژاد سامی از ضحاک و بقیه، و با همراهی و کمک ایلامیان که در خوزستان بودن میان پایین در انشان، و از اونجا به بعد ما حدود مثلا 700 پیش از زایش داریمشون تا کوروش بزرگ که حدود 550 به قدرت میرسه. این مسیری که من نشون دادم، حالا ما دونه دونه نگاه میکنیم ببینیم که ایرانی زبان ها چطورن، ولی اون چیزی که ما باید توجه کنیم اینه که وقتی که این حرکت انجام شده، و اینو نه تنها از لحاظ زبان شناسی میشه این حرکت رو دید و دنبالش رو گرفت، بلکه از لحاظ باستان شناسی دقیقاً معلومه که این حرکتی از شمال قزاقستان تا دریاچه آرال اومدن، اونجا که نوشته ایران ویچ، این حدود 4000 سال پیش بوده، حالا یه چیزی بین 3500 تا 4000 سال پیشه، و ما مثلا اشوزرتش که در حدود بلخ کارش آغاز کرده و در مزار شریف به خاک سپرده شده، طبق گاهنامه زرتشتی ها 3759 سال پیش بوده که من این سالو بیشتر به واقعیت نزدیک میدونم و راست میدونم تا 9000 سال پیش یا سالهای دیگه. چیزی که ما باید توجه کنیم که علاوه ژنتیک وقتی ایرانی ها رو ما بررسی میکنیم میبینیم که ما بسیار ژن آریایی داریم، ولی نه به اندازه اون ژن هایی که قبلا در این فلات بوده. یعنی ما درسته که آریایی هستیم علاوه فرهنگی، ولی علاوه ژنتیک ما برمیگردیم به اون ایرانیایی که در خوزستان بودن، در سیستان و بلوچستان، در زابل، در شهر سوخته بودن، یا تمام اطراف اون دریاچه که بوده یا دریایی که بوده در مرکز ایران که بعدن شده به کویر، و ما شاید 70% لحاظ ژنتیک به اینا نزدیکتریم تا آریایی ها. ولی اینایی که اونجا بودن پیش از اینکه آریایی ها بیان پایین، اینا لحاظ شهرنشینی بسیار پیشرفته بودن. یعنی ما دیدیم مثلا چشم مصنوعی 5000 سال پیش رو دیدیم، و حالا چرا اینا از آریایی ها شکست خوردن؟ علتش اینه که خب آریایی ها با خودشون دو تا چیز آوردن، یکی نوآوری آوردن در اون فرتور بالایی یا نگاره بالایی سمت چپ میبینید که آریایی با گردونه و عرابه و اسب اومدن، و این خودش یک برتری تکنولوژی بوده. ولی علاوه اخلاقیات هم ما، یعنی آریایی ها، اخلاقیات بالاتری داشتن، همونطوری که الان در اروپا مثلا در مورد اروپا صحبت میکنه، میگه اروپا بر روی دین مسیحیت و شهرنشینی یونانی و اخلاقیات جرمنیک یا آلمانی برپا شده، و این اخلاقیات رو پسرموهای ما داشتن و الان دارن، و ما هم داشتیم آریایی ها وقتی اومدن، و به همین دلیلی که اصلا اشوزرتشت از دل این اخلاقیات بلند شد و این به ما یا به آریایا اونقدر قدرت داد همراه با تکنولوژی
که با اینکه کوچ میکردیم ما تونستیم بر این بومیا غلبه کنیم و ترکیب این دوتا یا تلفیق این اخلاقیات و نوآوری‌های آریایی و شهرنشینی که در فلات ایران بوده همونطور که عرض کردم ما رو انقدر قوی کرد که از دل این فرهنگ کوروش اومد بیرون. برای اینکه ما ببینیم که خب این محدوده گسترشیه، من به سنگ نوشته بیستون برگشتم که حدود 30 تا از اقوام ایرانی رو نشون داده، 3 تاشو اینجا نوشتم که باختریش، سوگودا و سکاست. باختریش که همون بلخه و روی این نقشه میبینین نوشته، اینجا البته به صورت بکتریا نوشته شده و بلخ هم که میدونین در افغانستان امروزیه. سوگودا که امروزه بهش میگیم سوخت، این در یک محدوده بین تاجیکستان و ازبکستانه و در این نقشه معلومه، بالای رودخانه اکسوس که همون آمودریا یا جیهونه قرار داره روی نقشه. و سکاها، سکاها البته بسیار بزرگتره، در نگاره بعدی بهشون نگاه خواهیم کرد، ولی شمال هیرکانی یا گرگان امروزه میبینین نوشته داهایه که اینا یکی از اقوام همین سکاها بودن، سکاها بودن. و این محدوده رو ما به دو بخش نگاه کنیم، یعنی از مرکز ایران که تهران و اصفهان و اینجاها باشه به باختر نگاه بکنیم، اینا تمام سرزمینایی بوده که هخامنشیان به زیر فرمانروایی خودشون آوردن، ولی علاوه زبانی با ما فرق داشتن پیش از هخامنشیان و اون ذره و خورده‌ای که مونده بوده، خب چرا در آذربایجان بودن ایران زبانی‌هایی که به آذری بودن و یه مقداری هم از اون مرکز کاپادوکیا یا ترکیه امروز اونا هم هنوز ایرانی زبان بودن و کردها بودن البته، ولی در خاور ایران تمام اون منطقه که می‌بینین از زیر دریاچه آرال که اینجا نوشته کراس میاد که همون خوارزم باشه تا بلوچ و تا پشتو و اینا همه همزمانای ما بودن و همپیمانای کوروش بزرگ بودن، تمام این اقوام خاوری که تونستیم با کمک همدیگه ما به اصطلاح به اقوام سامی که ضحاک ها بودن به اصطلاح غلبه پیدا کنیم. ما میپریم به بعد از اسکندر مقدونی نگاه میکنیم به نقشه‌ای که در پارت ها کوچیکتر شده بوده قاعدتاً، میبینیم که اون شمال سکاها بودن، البته سکاها هم اقوام ایرانی هستن، هرودوت می‌نویسه که پارسا و سکاها میتونستن با هم دیگه گپ بزنن و سکاها هم خودشون قسمت‌های مختلفی داشتن، سارماتا توی باختر بودن، در قسمت زیر دریاچه اورال میبینیم خوارزم و سغد از ما جدا شده بوده. ببینین از اینجاست که جدایی ما با این مناطق که در موردش بعداً صحبت خواهی کرد آغاز میشه. این البته جدایی سیاسی اینجا و خب جدایی سیاسی باعث میشه که ما تاریخ‌های جداگانه درست کنیم و این خودش باعث میشه که یه ذره شکاف بیفته بین اقوام ایرانی. این سکاها در سنگ نوشته های تخت جمشید در اون پایین شما میبینین که تنها تباری بوده که حق داشته بیاد توی تخت جمشید و شمشیرش رو از رو بستن و اینا پروانه داشتن و خلاصه بعد از اینکه اینا کوروش رو در یک جنگ شکست میدن یا لااقل کشته میشه در شمال خراسان، داریوش اینا رو بر میگردنه، مطیع خودش میکنه اون بخشی از اینا رو و اینا این بخشی هم که ما ببینیم و امروزه اون فرتور پایینی سمت راست میبینه اینا دارن میرخصن این دخترها با اون کلاه بوغی. این کلاه بوغی نشونه این سکاهاست. این البته فرتور خودم گرفتم و بعدا خواهم گفت که این فرتور تو قزاقستان گرفتم و اینا تبار خودشون میرسونن به این سکاها، ولی در حقیقت از لحاظ ژنتیک اصلا رابطه‌ای با اونا ندارن. زمان ساسانیان باز ما گسترش میدیم، البته بالا سمت چپ میبینید خب ساسانیان در کنار کوشانیان بودن، کوشانیان
بودایی بودن و فرهنگ هلتیک یا یونانی داشتن، ولی بالاخره شکست میخورن و ساسانیان ما رو باز یکی میکنه، باز بر میگردیم، مرو میاد جزء ما. و اگر در گوشه بالا سمت راست نگاه کنین، یعنی شمال خاوری، کاشغر رو میبینین که بعداً در موردش خواهم گفت. کاشغر که الان در چین قرار داره میاد جزء ایران و یکی میشه، اون سر راه ابریشم بوده. ولی تاشکند اگه نگاه کنین، یه ذره شمال سقدانیا میبینین خارجه. امروز هم در تاشکند زیاد اثری از ایرانی ها نمیبینین، از زبان ایرانی هم نمیبینین. خارزم هم شوربختانه هنوز جزء ساسانیان قرار نمیگیره. ما میگذریم پس از دو قرن سکوت یا دو صد سکوت، پس از اینکه تازی ها میان و ما رو تارمار میکنن، اللحاظ فرهنگی بزرگترین نیروی ما رو از دست ما میگیرن. خوشبختانه میرسه بعد از زمان هارون الرشید که مأمون و امین میفتن به جون همو، و مأمون که از مادر ایرانی بوده قدرت میگیره. به چرا جر مشهد و این ور در خراسان زندگی میکرده و ایرانی ها پشتیبانش بودن، و مأمون هم اصلا دوران مأمون یه دوران شکوفایی بود که ما حق حرف داشتیم. یواش یواش این دو قرن سکوت تموم میشه و میبینیم که طاهریان از این به قدرت میرسن که خب پشتیبان مأمون بودن، و طاهریان خوشبختانه بخارا و سمرقند و مرو و تمام و اینا با مرکزیت نیشابور میاره تا شیراز و اصفهان. باز ما یکی میشیم، ولی خب باختر ایران دست تازیا میمونه. و طاهریان تا اولین سلسله ایرانی یا نخستین سلسله ایرانی بودن که ما رو به اصطلاح یه مقداری از نفوذ عرب میارن بیرون، ولی با این حال یه حدودی هنوز احترام اون چیزو داشتن، خلیفه رو داشتن. 50 سال هم بیشتر دوام نیاوردن، سالاشون بالا رسید، نوشته شده به سالای زایشی، تا پشت سر اونا صفاریان میان. صفاریان که یعقوب لیث صفاری باشه، برای اولین بار یا نخستین بار رسما اصلا میگه که ما باید فارسی حرف بزنیم، اصلا خلیفه چیه، از این مملکت بریم بیرون. و اینا مرکزشون در زرنگ یا زرنج بوده که الان در افغانستان، و اینا قسمت شمالی رو نداشتن. حالا چرا نداشتن؟ در چیز بعدی میبینیم، در فرتور بعدی میبینیم که در اون زمان سامانیان داشتن قدرت میگرفتن، و زمانی که سامانیان دارن قدرت میگیرن، خوارزم هم خودش رو جدا میکنه. حالا چرا خوارزم و سامانیان یکی نمیشن؟ واسه که خوارزم زبانهای شرقی رو صحبت میکرده، در سطحی که زبان شرقی ایرانی رو صحبت میکرده، در سطحی که سامانیان زبانی شبیه به همین فارسی امروز صحبت میکردن که در موردش بیشتر خواهیم گفت. و میبینی الان ایران تیکه تیکه شده، و این تیکه تیکه باز جدایی انداخته بین ماها هممون. سامانیان از 819 شروع میکنن قدرت گرفتن تا حدود 992 یا 999 به عبارتی، و لکه ننگ این تاریخ ایران، یا بزرگترین لکه ننگ من میگم، سال 900 زایشی بوده که نبرد بلخ در میگیره، که سامانیان صفاریان رو شکست میدن و مناطق صفاریان رو میارن زیر سلطه خودشون. حالا چرا ننگ؟ واسه این که خب سامانیان و صفاریان هر دو سلسله ایرانی بودن. نه تنها دو سلسله ایرانی بودن، بلکه علاوه ایدئولوژیک هم ایرانگرا بودن، زبونشون هم یکی بوده، علاوه دینی هم یکی بودن. اینا فقط مسئله قدرته، و این به اصطلاح نبردی که درد میگیره درست مثل نبرد امروز بین گروه ها یا گروهک های مختلفیه که همشون دم از ایران میزنن و دم از یه سیستم مثلا سامانه مملکت داری میزنن، ولی باز میبینیم که با همدیگه یکی نمیشن. این نبرد بخ که باعث میشه اینا به اصطلاح صفاریان از بین بره. البته اون موقع شوربختانه یعقوب لیث صفاری کشته شده بوده، یا به بیماری انگار فوت شده بوده و توی مرده بوده و توی همون شوش و اطراف بوده، و این برادرش بوده که شکست خورده. ولی در هر صورت این ما ایم که شکست خوردیم با این نبرد بلخ. چرا ما
تیکه تکه شدیم و سامانیان پشبند این ضعیف شدن و باعث شد که غزنویان بتونن قدرت بگیرن. حالا غزنویان از غزنین که اونم تو افغانستان پا شدن و این اولین فرمانروایی ترکاست در حقیقت. و فردوسی میبینیم در سال 1020 زایشی مرده، یعنی 30 سال قبلش، چون میگه من در این سال 30 زحمت کشیدم، یعنی چی؟ در سال 990، یعنی پایان سامانیان شروع کرده کارش. و چه بلبشویی بوده اون موقع، چرا؟ چون غزنویان شروع میکنن تمام این مناطق به اصطلاح فارسی زبانو یا لااقل قسمت شمالی و خاوریشو میگیرن، ولی خب توجه غزنویان مقدارم به طرف هند بوده و ما با پاکستانیا و هندیا و شمال هند و اینا یکی میشیم، در صورتی که فارس و تمام خوزستان و مکران که همون جنوب ایران باشه اینا همه یکی نیست، حتی آذربایجان و گیلان اینجا هم یکی نمیشه. یعنی باز ما علاوه به اصطلاح یکی بودن جدایی میفته و خب اینا برای ایران زمین حتما خوب نبوده. تا اینکه میرسیم به امپراتوری بزرگ سلجوقی. این سلجوقی ها دوران بسیار کوتاهی داشتن الاز تاریخی وقتی نگاه میکنیم، مثل دوران پهلوی که بسیار کوتاهه اگه نگاه کنیم الاز تاریخی. و با اینکه خب ترک بودن و از به اصطلاح ترکای قبچاقی بودن که شمال دریای مازندران یواش یواش اومدن پایین و حل شدن در ترکای دیگه، اینا خب لااقل خوبی که برای ما داشتن، اینا خب ترک بودن ولی زبان پارسی رو زبان رسمی میدونستن و با این زبان با مردم صحبت میکنن و هیچ نوع فشار زبونی به ما نیامده که هیچ، بلکه باز مثل زمان هخامنشیان که ما میتونستیم راحت از یک ور به یه ور دیگه بریم در امن و امان باشیم، زمان سلجوق هم همینطور میشه. یعنی ما میبینیم که تقریبا تمام قسمت اصلی ایران زمین هست. البته گفتم کوچیک بوده، خوارزمشاهیان که قبلا هم نشون دادم زیر همون خیوه و دریاچه آرال هستن، اینا خب اول دست نشینه نشونده اونا بودن، درست مثل این که ساسانیان اول دست نشونده پارتی های اشکانیان بودن بعدن بر علیهشون بلند میشن، اینجا هم همینطور خوارزمشاهیان بر علیه سلجوقی ها بلند میشن که سلجوقی ها تحت فشار میرن به طرف ترکیه امروزی، اونجا سلجوقی ها روم را میندازن و میمونن اونجا و خوارزمشاهی ها میمونن تا سال 1231 که با یک حرکت بسیار اشتباه و زشت 450 تا چینی که با تایید خود اینا اومده بودن اینجا رو به اصطلاح داد و ستد میکردن، میگیرن میکشن اینا رو و این بلای قوم مغول میاندازن به جون ما و در سال 1231 اینا از بین میرن و خب مغولا میان. من دوران مغول رو رد کردم، رسیدم به تیمور گورکانی که باز ما رو یکی میکنه. و تیمور گورکانی یا تیمور لنگ، واقعا هم لنگ بوده، حالا چرا گورکانی؟ اینا خب از خانواده گورکانی بودن، خودشو یه پاشو ترک میدونسته یه پاشو مغول میدونسته. اون این کارهایی که واقعا میکنه، این کشتاری که میکنه، یه شهر رو کور میکنه در کرمان و غیره و غیره، از مغولا دست کم نداره، ولی باز لااقل یکی میشه. اینجا مرکزیت میره تو سمرقند و سمرقنده که به اصطلاح حرف اولو میزنه، پایتختش بوده. بعدن تحت فشار بعضی از بازماندگانشون میرن طرف دهلی و فرمانروایی گورکانی رو در هند را میندازن که پارسی زبان بودن و میمونن اونجا تا توسط انگلیسا برمیافتن در این اواخر، در این چند سده گذشته. ولی خب دورانی بوده که میبینید که خیلی همش جنگ و جدال بوده، ولی باز ما یکی بودیم و تیمور گورکانی هم در سمرقند باز زبان پارسی رو زبان اصلی میدونسته. تا باز میریم یه 100 سال جلوتر، میرسیم به زمان صفویان. اولش خوب شروع میشه که میبینید که شاه اسماعیل صفوی جلوی ترکا وای میسته، از اون ور ترکایی که
در اصل سلجوقی بودن ولی یواش یواش عوض شدن، زبانشون عوض شده، الان زبان ترکی که در ترکیه است بسیار دوره نسبت به زبانهای ترکی شرقی که در آسیای میانه صحبت میشه. این قسمتایی که هاشور خورده قسمتایی که به اصطلاح جنگ و گریز بوده و میبینیم که ما در خاور ایران گرفتاری بزرگی داشتیم، نه تنها سمرقند و بخارا را دست میدیم بلکه تو خراسان هم گرفتاری داشتیم. چرا؟ چون خانواده شیبانی میاد در بخارا به عنوان خان بخارا میشینه و از همون موقع یعنی سال 1550 حدودا تا سال 1870 که روسا میان، تا تمام این مدت مرکزیت از سمرقند که بیشتر ترکی بوده بلند میشه، میاد طرف به اصطلاح بخارا. و خب این منفعتش واسه ما این بوده که خب تو بخارا مردم بیشتر فارسی حرف میزدن و حالا بگم بخارای شریف و اینا میمونن و این زبان پارسی و فرهنگ ایرانی اصولا در اون ور توسط همین خانواده شیبانی که دشمنان به اصطلاح سلجوقیان بودن ادامه پیدا میکنه. و ولی البته اینا ازبک بودن و درست مانند ترکا که در یک زمانی فکر کنم همون حدود سال 1550 میشورن و میگن که ما ترکیم و باید ترکی حرف بزنیم و زبان فارسی رو به اصطلاح اونجا از بین میبرن، این طور در این برم همین اتفاق میفته. یعنی یواش 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 زبان ترکی جای زبان فارسی رو میگیره. ولی این خان بخارایی که اومد سال 1550 ادامه پیدا کرد و جدایی ما از همون موقع شروع شد با اینا و هنوزم که هنوزم خب این جدایی لحاظ سیاسی هست تا یه دوره بسیار کوتاهی که نادرشاه افشار اومد و باز ما رو همه رو یکی کرد. این سال مرگ نادرشاه رو من اینجا نشون دادم و میبینین که ما چقدر 300 سال هم نشده، 250-270 سال پیش ما تمام این منطقه باز یکی شده بوده و خب میدونی که هندم رفت و دست نشونده خودش کرد و اینجا همه رو نقشه قشنگ درست نکرده، چون از هند 10 تا کشتی گرفت و رفت و تا یمن و تمام این دست نشونده چیز اعراب یا تازیای جنوب خلیج فارس و باز برگردون به ایران خراج میدادن و در خاور ایران مرزش تقریبا مثل مرز امروزی شد. و یکی از کارهای زشتش البته نادرشاه این بود که وقتی رفت بخارا این سنگ قبر چیزو برداشت با خودش آورد، مال تیمور لنگو که بعدا بهش گفتن این کار زشتی بوده و برگردوندش گذاشتش سر جاش، اینو الان شکسته است اگه اونجا میره اونجا. ولی نادرشاه افشو با همه خب کارهایی که کرد و باز ایران رو یکی کرد و ما میتونستیم در زمان اون راحت بریم بخارا، سمرقند، اونا میومدن اصفهان. گوین که زمان تیمورلنگ کلی از هنرمندای اصفهان رو بردن اونجا و از و مرو هم که اصلا خراب کرده بود کلا، همه این آدمای فنی و هنرمندا و اینا رو همه رو برده بودن اونجا بخارا و سمرقند رو آباد کرده بودن. ما علاوه سرزمین دیگه صحبتی نداریم، سرزمین ایران زمین علاوه گسترده تاریخی تا حدودی مشخص شد. حالا به زبان نگاه میکنیم، اون زبانی که اون اول یا نخست برنامه من نشون دادم که زبانه ایرانی کجاست، اینجا رو یه ذره ما به اصطلاح تمرکز دادیم. میبینین که مثلا زبانهای پارسی که در آذربایجان و گرجستان و ارمنستان و داغستان و تمام قفقاز یه موقع زبانهای به اصطلاح ایرانی بود، الان فقط تک و توکی از زبانهای تالشی و تاتی مونده و خب البته اوساتی هم که هست که یه مقدارش در گرجستانشه، یه مقدارش هم که توسط روسیه خورده شد، همین پنج کی بود زیاد کار سال 2000 بود که اومدن گرفتن به زور از گرجستان صحبت کردن، اونا حتی زبانشون هم ایرانی میدونن و ایرانی میگن. در خاور ایران اگه نگاه کنین میبینین مثلا انواع اقسام کردی هست، کردی کرمانجی با کردی های مثلا زازاکی یا کردی
سورانی که تو ایران بیشتر هست، در جنوب ایران اینا اصلا نمیتونن با هم گپ بزنن. و علاوه فرهنگی هم مثلا کردایی که تو ایران هستن تو سنندج و غیره وقتی میرن کرمانشاه، کرمانشاهی رو یه پله از خودشون بالاتر میبینن علاوه فرهنگی، و وقتی میرن اونور خط تو عراق میشینن سر سفره حفصی اینا، به من میگن که چقدر ناراحتن اینا مثلا سر سفره نزاکت ایرانی ها رو ندارن و اون فرهنگ به اون صورت اونور نرفته، هنوز علاوه زبانی هم جدا شدن. علاوه در خاور ایران هم میبینیم که مثلا پشتو و بلوچ اینا زبانای ایرانی هستن، در شمال گیلکی و مازندرانی هست، اینا همه زبانای ایران هستن، ولی اون زبانایی که پارسی هست اینجا به سبزای با سبزای گوناگون نشون داده شده که ما الان بیشتر اینجا نگاه میکنیم همش یه تیکه هست، اینا گویش‌های پارسیه که چهار دست هست، یعنی گویش‌هایی که ما راحت میفهمیم. مثلا من خودم به شخص گیلکی رو درست نمیفهمم، ولی خب اگه اونجا آدمی مدت باشه یاد میگیره. ولی این چهار تا زبانی که نوشتم، فارسی و دری و تاجیکی و هزارکی، که زبان در حقیقت نیستن، گویش هستن، ما احتیاج به یادگیری نداریم، میفهمیم. حالا فارسی که میدونیم در تمام ایران هست، اینجا البته بخشی از ایرانی که نشون نداده واسه اینکه مثلا الان آذری مدرن یا ترکی در حقیقت و بلوچی در جنوب و کردی هست، ولی بقیهش زبان مادری مردم فارسیه که فارسی گفتن نداره که چیه. در مشخص در تاجیکستان زبان فارسی خب یکی از زبانهای اصلی بوده، ولی اینا تحت فشار پشتوها هستن. ما میریم اونجا بیشتر، تاجیکستان همش فارسیه، یه مقداری تو چین، یه مقدار تو ازبکستان، اینا رو نگاه میکنیم که این زبانهایی که اونجا هست که بیشتر دریه، در اونجا حالا دری یا زبان فارسی درباریه که رفت بعد از حمله تازی‌ها اونور و پخش شد و موند به نام دری مونده، زیاد فرقی با فارسی نداره. تاجیکی رو الان من نشون میدم اینجا که دقیقا فرقش با زماشیه. هزارگی رو میشه فهمید، مثلا ما میگیم من تو رو دوست دارم، اونا میگن من تو رو تصدق. حالا تصدق چیه؟ همون از من صدقه میاد، من صدقه تو میرم، یعنی قابل فهمه، ولی خب یه مقدار دورتره. اینا هزارکی ها علاز نجادی، البته اینا همون اقوام بازمانده های مغول ها هستن که توی اینا رو میذاشتن، هزار تا میذاشتن اونجا، اینا یواش یواش زبانشون برگشت فارسی شد. ولی حالا زبان تاجیکی یا زبان که نباشیم، باز بگم گویش تاجیکی، اصلا تاجیکی چیه؟ تاجیکی یعنی ایرانی، منتها این واژه تاجیکی از چین اومده، یعنی چینی ها به ما که همسایه‌شون بودیم، که رفته بودیم اونجا، که هنوزم هستیم، به هر کی که ایرانی بوده و زبانهای ایرانی گوناگون هست، زبانهای مثلا شرق اوستایی و نمیدونم سغدی و خوارزمی، اینا همه، یا انواع اقسام پامیری، اینا همه زبان شرق ایرانی بوده، به همه اینا میگفتن به زبان خودشون، یه نوع تازیک که شده بعدن تاجیکی. و الان اگه نگاه کنیم مثلا همین قشقایی هایی که در ایران هستن، در فارس هستن، به ایران، به همه همسایه خودشون تو فارس، به اونا نمیگن ایرانی یا فارس، میگن اینا تاجیکی، بین خودشون حرف میزنن، یعنی تاجیکی یعنی در حقیقت ایرانی. حالا تاجیکی من چند تا چیز براتون میارم، مثلا میگن همه چیز نغز است، ما نغز باشه، نغز رو میشناسیم اگه یه ذره کتاب خونده باشیم، یعنی چی؟ یعنی اوضاع رو به راهه. اونا میگن امکان نداره، یعنی ممنوعه، قدغنه. میگن پگا بیا، یعنی فردا بیا. البته این واژه درست نادرست، یا چرا پگا یعنی بامداد بسیار زود، ولی خب اونا اینطوری به کار میبرن، درست مثل این واژه هایی که پخش شده یه طور دیگه شده. مثلا ما در فارسی میگیم هواپیما، در تو افغانستان میگن تیاره، مثل اون زمان بچگی ما، توی تاجیکستان میگن ساملوک، که یک واژه در حقیقت روسیه. در تاجیکی، گویش تاجیکی، میگن هیچ چیز در کار نیست، یعنی چیزی نیاز نداره، چیزی لازم نداره. میگه از کوچه تاکسی در پگا بیو، یعنی چی؟ یعنی تو خیابون تاکسی بگیر و بیا. یا میگه شما کلان است یا این بچه، یعنی شما بزرگترین یا این پسره. یا تاجیک خلق خوشروز، خب این که معلومه دیگه، یعنی مردم ایرانی زیبا هستن.
تو کجا هستی؟ خب این کجا همون کجاست؟ یا شماره من به اون گفتگیش، یعنی چی؟ یعنی شماره تلفن منو بده به اون، به اون بگو. ابتداشو نفهمیدم، این که خب واضحه، یعنی اول حرف شما رو نفهمیدم. آشخونه رو که لازم نیست ترجمه کنم یا برگردون کنم، سرتراش واضحه. نادرستم که خب میفهمیم، منتها ما همیشه در صحبت روزمره میگیم این غلطه یا اشتباهه، اونا میگن نادرسته. چیزای دیگه هم میگن که آدم واقعا خوشش میاد، مثلا ما میگیم میخوام پیاده بشم، اونا میگن میخوام بفرویم. یا مثلا واژه سرود، ما میگیم آهنگای گوگوش رو دوست دارم، اون میگه من سرودای گوگوش رو دوست دارم. گپ گندم یعنی حرف زشت. ضعیفم که خب معلومه دیگه، این فرهنگ تازیه، یعنی زن. چای کبودم یعنی چای سبز. حاجت خونم که خب واضحه، اونا که دیگه اینجا من ترجمهش نکنم. حالا تمام منطقه، حتی ترکارم که میبینی، یعنی ترک زبونا رو که میبینی، اون پنج رکعت چیزو نمازو اینا میگن بامداد، پشین که همون پیشین باشه، عصر رو میگن عصر، میگن شام و خفتن. حالا شام و خفتن رو به این زیبایی اونا میگن، ما میگیم چی؟ میگیم مغرب و عشا، که اینطوری. البته من اینطوری نمیخوام بگم که ما تو ایران همه واژه‌های عربی بیشتر داریم تا، یا واژه‌های تازی بیشتر داریم تا تاجیکستان و افغانستان. نه، فرق داره. ما باید این سه تا زبون رو بزنیم کنار، سه تا گویش رو بزنیم کنار هم، اون فارسی سره رو از، یا پارسی سره رو از بین اینا استخراج کنیم یا بیرون بیاریم. چرا؟ چون مثلا یه برنامه تلویزیونی در یه دهکده‌ای در کنار رودخانه ظرفشان نشسته بودم، نگاه میکردم با اون مهماندار تاجیکم، وقتی تموم شد گفت چه فیلم خوبی ساخته بودی. گفتم این مال ما نیست که، این مال شماست. یکم با هم دیگه بحث کردیم، فهمیدیم که اصلا این فیلم افغانی بوده که من فکر کردم مال اوناست. بوده، یعنی اینقدر به هم نزدیک این زبونا. حالا ما میگیم، حالا صحبت ما امروز چی بود؟ میگیم سرزمین‌های آزاد ایران زمین. خب ببینیم سرزمین آزاد ایران زمین کجاست؟ افغانستان نگاه کنیم، اینا همه اسیر خرافاتن. نگاه کنیم اون پایین، اون دختر افغان چقدر شبیه خودمونه، چقدر از لحاظ زیبایی، از لحاظ ظاهر شبیه همون دختره زمان شاهنشاه آریامهر هسته. حالا اون بالا نگاه کنیم، اینا تبدیل شدن به چی؟ این خرافاتی که ایرانی کار کرده. و بعضی وقتا که میخوان خودشون آزاد کنن، اگه نگاه کنین اون نقشه خراسان بزرگ به مرکزی مرو نشوندم، اینا میان میگن چی؟ میگن ما خراسان بزرگ رو میخوام، که همون تمام این سبز، قسمت سبز اون قسمت فارسی زبانش. اگه تو ازبکستان نگاه میکنیم، اینا چی شدن؟ اینا ازبکستان یه موقع خب اصلا ازبکستانی وجود نداشت، به خاطر اینکه استالین دلش نمیخواست که ایرانی یکی بشه و این تیکر ازش بگیره. خب اومده بودن از ما دزدیده بودن تزار دیگه، تمام مناطق شمال رو دیگه، واسه که استالین کار نکنه برداشت ازبکستانی درست کرد برای خودشو و تمام مناطق فارسی زبان که اینجا با هاشور نشون داده شده، از جمله سمرقند و بخارا رو گذاشت تو ازبکستان و بقیهش رو داد به تاجیکستان. البته ما میبینیم مثلا نمنگان الان رفته اونجا، نمنگان همون جایی که ناصر خسرو رفت و پناه گرفت از دست سلجوقی ها. فرغانه الان اسم دختره ایرانی بعضی فرغانه میذارن، الان توی ازبکستانه. البته ازبکستان هم بهتون بگم خیلی زیاد با ما فرق ندارن لحاظ فرهنگی، یعنی خود ازبک ها زیاد با ما فرق ندارن لحاظ فرهنگی. من تئاترشون رو میرم، یه ذره ترکی میدونم، قشنگ حرفای اونا رو میشنوم. و حتی خانومم که مال قرقیزستانه میگه که من اگه ازبک رو میفهمم بیشتر به خاطر اینکه فارسی یاد گرفتم که میتونم اینو بفهمم. ما این سه تا کشور رو از روش فوری رد میشیم، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان، چون واقعا لحاظ فرهنگ و نژاد زمان از ما دور هستن. لحاظ نژاد که مثلا قرقیزستان و قزاقستان اینا نژادشون همون نژاد مغولیه و وقتی بچه هاشون به دنیا میان اگه بدونین چیه، لکه مغول دارن. لکه مغول توی پشت، یعنی بالای باسن بچه های لکه کبودی اون 5 سال اول عمرش هست. اینا ژاپنیان هم مثلا بچه‌شون میدن این لکه مغول رو دارن اینا، ولی الله با اینکه نژادشون اینا چیزه مغوله، زبانشون زبان همون ترکی خاوریه و اینا گیجن لحاظ هویتی، واقعا گیجن. الان اون دست چپ ببینین اون تندیس مرد زرین تازگی پیدا کردن، قزاقا اینو کردن به عنوان مثلا
اصل و نسبشون، در صورتی که اینا همون سکوها هستن که ایرانی هستن و واقعا هستن. البته تو قرقیزستان 3 جزیره، جزیره که میگم البته یعنی یه سرزمینی کوچیکی که بین سرزمین بزرگتر واقع شده به نام سوخو، باروخ و تاجیک قشلاق که من رفتم اینا فارسی گپ میزنن، تو تاجیک قشلاق اونا گیر کردن. تو قزاقستان مثلا آلماتا و تراز هست که تو اینجا مثلا تو موزه میریم گیر میارین بعضیا رو که فارسی حرف بزنن یا اومده باشن اونجا یا تمام اجناس سابقشون اونطوری هستن. ترکمنستان نرفتم گیر به خاطر مسائل و مشکلاتش، ولی میبینمشون خیلی هاشون الله ظاهری به ما نزدیک هستن. تاجیکستان در حقیقت تنها سرزمین آزاد ایران زمینه، مثل زمان شاه فقید درست دارن کوشش میکنن خیلی هم شدیدتر که این تازی زدگی رو بیرون کنن و ما اینا یه سرزمین بین سیردریا و آمودریا یا میان رودان که البته بشته میگن، میگفتن فرارودان یا که بعد از سیر دریاست یا همون سیحون که همیشه مرز ما بوده و یه سرزمینی که واقعا شما بری اونجا اصلا احساس می‌کنی تو ایرانی. من این تقریبا 2 چیز دیگه بیشتر نمونده، این 30 خودسالاری یا استقلال یا خودیستای تاجیکستان در همین شهریور ماه، جشناش 7، 8، 9 سپتامبر که آخر شهریور، 9 سپتامبر مهمترینشه، روز خودشه. و البته ما 2 جشن دیگه هم هست پیش از اون و بعد از اون میگم، ولی اگر شما قرار شد بیاین کوشش کنید بین 5 تا 9 سپتامبر حتما اونجا باشین، چون انجمن پیوند که هدفش جمع یا گردهمایی همه ایرانی ها پارسی زبان ها هست برنامه داره، کنفرانس داره، ولی 7، 8، 9 جشن های خیابونی هست و تو تالار ها، تو تالار رو دکیشون و تالای کوروش و تالای مختلف جشن هست اونجا. و ما به عنوان ایرانیان برون مرز داریم یه ارمغان واسه اینا میدیم که میبینین اون تندیس کوروش بزرگه که تندیس فرمان کوروش بزرگ، نه خود کوروش، فرمانش، فرمان کوروش بزرگ یا منشور کوروش مهمتر از خودشه. چرا؟ چون این فرمانش که نشون میده که ما همه مردم دنیا از لازم با هر دینی که دارن، با هر نژادی که دارن، هر زبانی که میخوان صحبت کنن، هر لباس که میخوان پوشن، اینو با هم برابرن و این ایرانگرایی هم در خودش داره، این و آزادگی هم در خودش داره. یه مراسم اینا قبول کردن این تندیس و این تندیس الان که میبینید اینجا در حال ساخته، این 5 وزنشه، هنوز تموم نشده، ریزکاریاش مونده، سیغلش مونده، نوشتای زیرش مونده، ولی یه مراسم پرده برداری خواهد بود که ما داریم کوشش میکنیم خود رئیس جمهورش اونجا باشه و به صورت کار آوازگری تلویزیون یه طوری خواهد بود که ایجاد امید کنه، چون یه کار غیر از حرف و نوشته که تا الان بیشتر مرسوم بوده و غیر از شعار خیابانی که خب خیلی کار بسیار خوبیه، از ما خارجی ها، خب ایرانی های داخل برون مرز یعنی درون مرز، از ما برون مرزی ها انتظار دارن و ما این کاریه که نشون میده ما ایرانی های برون مرز هم دارن به فکر ایرانی های درون مرز هستن و من فکر میکنم این مایه سربلندی همه ایرانی ها میشه، حالا چه ایرانگرا باشن، چه سایر آزادگان، چه غیر از ایرانگرایان آزادگان دیگه هم هستن که میخوان از شر این حکومت جمهوری اسلامی راحت بشن، ولی خب ایده های دیگه دینی دارن، برای خودشون هم دارن اونا رو. ما احتیاج به یه سخنگو داریم که در این برنامه شرکت کنه و این سخنگو باید یه طوری باشه که واقعا ایرانی هایی که تو ایران هستن و نگاه میکنن به احساس کنن که این داره حرف دل اونا رو میزنه و نماینده همشونه، نه نماینده بخش ویژه از اونا. و این سخنگو باید یک طوری صحبت کنه که ایجاد امید بکنه و ما امیدواریم که این کوششی که داریم میکنیم برای سرفرازی ایرانیان یه طوری باشه که ادامه دار باشه، در کشورهای دیگه، شهرهای دیگر هم باشه. اون پایین من این نشانی تارنما رو گذاشتم، شما اگر مهر کنیم بریم اونجا ببینید چه کمکی از دستتون برمیاد و کمکم به ما نباید بدین، مستقیما به کارخونه بدین، نه که ما اصلا در این کانون هیچ این پولی به دست اون نرسه، مستقیم بره به کارخونه. وقتی خب پول بیشتر بیاد ما تندیسای بیشتری میتونیم بسازیم.
من سیاه گفتار دوباره رو گفتم، اینجا رسیدیم به اون خدشیم و جناب قنبری شما باید تصمیم بگیریم که آیا سخنان بقیه را الان ادامه بدیم و بریم نشسته بعد. سپاسگزارم از شما جناب مقدس، اگه مهر بکنید شیر اسکرین رو بیرون ببرید سپاسگزار میشم ازتون. من باید ببینم که اینو چطوری این کار رو بکنم، یعنی چطوری من این شیر سکرین رو ببرم بیرون یه لحظه. اینجا بسیار بسیار عالی عالی عالی. درست شد. من خودم دیگه بیرون. بله درست شد. سپاسگزارم از شما جناب مقدس از برنامه‌ای که ترتیب دادید. حالا من یه مقدار غافلگیر شدم، بیشتر چشم به راه بودم. اون بخش دوم رو اول آغاز بکنید، یعنی اول دوم رو بریم بعد اون قسمت رو بریم که دیگه حالا میگذاریمش برای یه نشست دیگه. به هر حال سپاسگزارم از شما، بسیار زحمت کشیده بودید، نقشه های خوبی تهیه کرده بودید، کار خوبی انجام داده بود، کورسی زیاد بود، یه سری من خودم نوشتم، نمیدونم کجا گذاشتم نوشته ها رو که میخواستم صحبت کنم. بروی سپاس از شما دوستان، اگر کسی پرسشی داره مهر بکنه در قسمت چت یک بزنن و پرسش یا دیدگاهشون رو مطرح بکنن که در پیشگاه دوستان هم باشه. دوستان، بانو آرتمیس بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما. درود بر شما، درود بر جناب مقدس و همه باشندگان این نشست. من درباره اون لکه مغولی که ایشون فرمودن، اتفاقا در ایران من یادم میاد اتاق زایمان که من کارم مامایی بود، در اتاق زایمان که کار میکردم میتونم بگم تقریبا تمام بچه‌هایی که به دنیا میمدن تو ایران این لکه رو داشتن. یعنی لکه نیست، در واقع یه تیکه مثل حالت کبود رنگ، یه حالت آبی بنفش مانند بالای دقیقا باستن بچه ها در انتهای مثلا ستون مهره ها وجود داره. من مطمئن نیستم واقعا این الزامن ربطی داشت به مغولا یا نه، چون که من بچه هایی که به دنیا میمدن از قسمت های مختلف ایران من بچه ها رو دیده بودم، الزامن ربطی نداشت. در بچه های افغانی به خصوص افغانیایی که بچه های ازبک مثلا از دسته ازبک ها بودن و چشم بادومی بودن، شاید واقعا این معنی داشت، ولی من نمیدونم که این شاید اصلا مربوط به کل خاورمیانه بشه، با توجه به اینکه من در جاهای دیگه خاورمیانه نوزادان تازه به دنیا آمده رو ندیدم، نمیدونم. ولی میدونم که در غرب یا در میان مردمی که پوستاشون خیلی روشنه این لکه مغولی دیده نمیشد. حتی توی ایرانم بچه هایی که خیلی سفیدتر بودن شاید دیده نمیشد. نمیدونم آیا این میتونه علت ژنتیکی داشته باشه، ارتباطی داشته باشه حتما به اون جریان مغولی یا نژاد بالاخره ترکی مغولی در برخی از ایرانیان یا نه. سپاسگزارم. شما تجربه پزشکیتون بیشتر منه، ولی من خودم به شخصه هیچ وقت نام لکه مغولی رو نشنیده بودم تا اینکه رفتم در آسیای میانه و اونجا آشنا شدم، و بعید نیست در ایرانم باشه، به خصوص یا به ویژه اگر شما در مشهد اون طرفا باشین، چون خب اونجا آمیزش بیشتر بوده. ولی این لکه خیلی بزرگتر و پررنگتره شاید در مناطق مغول زمین و از ژاپن هست تا خود مغولستان و تمام مناطق اونجا. تو دانمارک که ما هستیم اگر اینو ببینن خطرناکه، چون فکر میکنم بچه رو کتک زدیم. او یعنی در این حد هستش که کبود میشه، بعدم میمونه یا بعد برطرف میشه این لکه؟ بعد از 5 سالی معمولا برطرف میشه. من اولین بار میشنوم. منم همینطور ندیدم. آره خیلی جالب بود برای من این مسئله.
علت این در واقع ملانوسایت ها هستند، ملانوسایت هایی که دانه های ملانینی که در این قوم به صورت دامیننتلی دیده میشن تو سطح اسکین، علاوه بر این موضوع اینا کلن رو جاهای دیگرشون هم هست، مثلا ممکنه رو شونه هاشون اطراف، یعنی دو طرف پهلو یا خود باسن حتی ربطی نداشته باشه الزاماً به اون یه نقطه. این ملانوسایت به طور مشخص در اینو جمع میشه، ولی فقط این مربوط به مغول ها نیست، این در یه ژنتیک گسترده ای دیده میشه که در آسیای میانه، آسیای جنوب آسیا، حتی در قسمت های از هند، هندوستان اینا دیده میشه. ولی حالا این که چرا اینا اسم مثلا مغولی گذاشتن، من فکر میکنم علتش همین اینه که نخستین بار بیشتر در اون قوم اینو دیدن یا از نظر مدیکال مثلا پوینتش کردن، مشخصش کردن، اشاره کردن. امروز اطلاعات خوبی گرفتیم در مورد لکه‌های بدن. جناب چمن آقا بفرمید، خواهش میکنم. بله، با درود مجدد و سپاس فراوان از جناب مقدس، واقعا آموزنده و چه میگم، ما را به هیجان آوردن. عرض کنم در مورد کوروش و این لوحش، خب داستان خیلی برمیگرده به قدیم و فعالیتی که دوستان دیگر ما در تاجیکستان داشتن و من فکر میکردم امروز که خدمت شما میرسم حتما هومر آبرامیان و یا آبتین آینه اینجا تشریف داشته باشن. من یکی از سوالام از جناب مقدس همینه که شما که دارید اینها را دور هم جمع میکنید، حتما اطلاع خودتان بیشتر از من دارید، به خاطر که سخنرانی در مقابل رئیس جمهور آبتین آبرامیان داشت و ما با هم با چند نفر دیگه از دوستانمان کتابی، یعنی فصلنامه‌ای می‌خواستیم شروع بکنیم به نام هنداد که در اونجا اسامی زیاد هست افرادی که جزء این بودن و این گرد همایی در سپتامبر. بله، من خودم با آقای آبتین آینه که واقعا باید حتما میگفتم من به ایشان که آقا بیا توی این جلسه، خصوصا ایشان در اروپا همزمان با شما هستن و ایشان کتاب ها نوشتن و برنامه های متعددی دارن. به هر حال همینه میخواستم بگم که از جناب مقدس خواهش بکنم که یک همچین گرد همایی که میکنن حداقل با این دو نفر که خودشان یک کانون هایی هستند از تاجیکستان که واقعا مملکت ماست، یعنی من واقعا وقتی که با تاجیک صحبت میکنم یا حرفی اخباری از اونجا میشنوم مثل اینکه دارم اخبار ایران میشنوم. به هر حال خیلی متشکرم از این موضوع که جناب مقدس لطف فرمودند و به من اطلاع دادند که افتخار داشتم اینجا خدمتتون برسم. متشکرم. خواهش میکنم. من خدمت شما عرض کنم که ما همونطور عرض کردم در کانون فرهنگ پارسی اصلا آرمانمونه که به هر کسی که آزاده است و ایرانگراست، حالا ایرانگرا باشه نباشه، آزاده در صورت باشه، ما کمک بکنیم. و نخستین باری که من در مورد آقای سرور بزرگمون فرزانه هومر آبرامیان شنیدم، بهشون نامه نوشتم گفتم من چه کمکی از دست ما برمیاد برای شما. یکی دو سالی ما به عناوین مختلف به ایجاد اون دانشگاه جهانی کوروش کمک کردیم و هنوزم میکنیم، همیشه تقریبا هر هفته یه بار با همدیگه در تماس هستیم، ایشون کاملا در جریان هستن و ایشون هم کمک کردن ما رو متصل کردن به انجمن رودکی که پروفسور مسعود، اگر اشتباه نکنم، میرشاهی هستند و آقای میرشاهی خودشون از بنیانگذاران انجمن پیوند هستند در تاجیکستان و رئیس یا سرپرست انجمن هم خود رئیس جمهور این کشور هست. یعنی که ما در حقیقت خطمون کاملا متصله و ایشون
خیلی خیلی کمک دارن میکنن که از کارشکنی‌های گوناگون جلوگیری بشه و ما بتونیم این مراسم پردهبرداری رو با آبرومندی کامل انجام بدیم و حتی بعضیا که تک و توک هستن به ما معرفی میکنن هر دوشون که ما در لیست مهمونا گنجاندیم که براشون ویزا بگیریم بیاریم. و خدمت شما عرض کنم که ما خودمون به عنوان کانون فرهنگ فارسی هیچ نوع بلند پروازی در رابطه با این پروژه نداریم، یعنی اینکه حتی اون روز به خصوص اگر لازم نباشه که امیدوارم نباشه من خودم سخنرانی نخواهم کرد و دوست دارم این به اصطلاح زمان رو بدم به کسایی که بزرگتر از ما هستن، بیشتر از ما هستن. امیدوارم مثلا از طرف جنبش سخنگو باشه، ببینیم چقدر به ما وقت میدن، چطوری پیش میره که در هر صورت این کار ما به انجام برسونیم. سپاسگزارم. بانو مریم بفرمید، خواهش میکنم. با درود خدمت دوستان گرامی، چیزی رو که من میخواستم بگم در خصوص زبانای فارسی بود که ممکنه گیلکی رو ما نفهمیم و تا حدودی یه کمی مشکل باشه، ولی این دلیل نمیشه که ما اینو یه مقدار دورتر از زبان فارسی در واقع در نظر بگیریم، چون وقتی برمیگردیم یه مقداری مشکل برمیگرده به اینکه آوایی که باهاش صحبت میکنن یه کمی متفاوته، ولی ریشه های چیزهایی که میگن همه ریشه ها فارسیه و بعضی زمان ها هستش که وقتی شما نگاه میکنید ریشه های زبان گیلکی فارسی تر از فارسی که ما توی اصفهان صحبت میکنیم مونده، یا حتی تو کردستان بعضی چیزهایی که میگن بعضی واژه هایی که به کار میره در واقع مانند همون چیزی هست که ما به فارسی به کار میبریم. ما میگیم خوش آمدید، اونا میگن به خیر بیان، که همونه، فقط حالا یه کمی جابجا شده. و من دوستان زبانشناسی رو میشناسم که برای ریشه‌یابی بعضی از واژه های فارسی حتی رفتن کردستان سفر کردن تا از اونجا بعضی از این ریشه ها رو پیدا کنن. اینه که ما فکر میکنم شاید خیلی درست نباشه که اونها رو دورتر به زبان فارسی بگنجونیم فقط به خاطر اینکه آوایی که اونها صحبت میکنن یا اون ترتیبی که واژه ها رو قرار میدن یک کمی متفاوت تر از ماست. سپاسگزارم. سپاس از نکته‌ای که فرمودین. ببینین ما زبان‌های ایرانی رو نمیتونیم بگیم که همشون یکی هستن، همشون جزء یک خانواده بزرگتری هستن. توی این خانواده بزرگتر خب خانواده کوچکتر هم هستن، یعنی گویش فارسی ما در همونطور که فرمودین اصفهان با گویش پارسی که در حتی مشهد با هم دیگه فرق داره. ما بالاخره باید یه جای مرز بذاریم بگیم که خب آیا گیلکی فارسیه یا فارسی نیست. از دید من گیلکی یک زبان ایرانیه، یک زبانی ایرانی که بسیار نزدیکه. حالا زبانهای ایرانی دیگه هستن که دورتر از گیلکیه، مثلا زبانی که در تاشکرگان صحبت میشه، تاشکرگان توی چینه، اونو واقعا من نمیفهمم. خیلی کوشش کردم و مجبور شدم در نهایت از زبان دیگر استفاده کنم، ولی مثلا نشستم باهاشون لیست گذاشتم از چشم و بینی و انگشت و اینا، یه دفعه دیدم واژه دندان و اونا میگن دندان، یعنی از این واژه ها پیدا میکنیم. ولی تقریبا وقتی که مثل اوستاییه، شما الان سرودهای گاتا رو میخونین واقعا خیلی سخته آدم بتونه بفهمه من کی که مشخص بکنه. و کردی هم به همینطور، شما درست میفرمایید، مثلا اونا میگن تشناب که واژه فارسی تریه تا ما که میگیم حمام که عربیه. خواه نخواه همونطوری که عرض کردم ما بسیم تمام زبانهای ایرانی رو جستجو کنیم تا زبان پارسی سره رو از توش بکشیم بیرون. و بین تمام من 4 تا چیز گفتم که
هزارگی و تاجیکی و دری و فارسی، اینا همه یک خانواده کوچکتری هستن زبان فارسی، یا یک خانواده هستن از زبانهای ایرانی که در کنار زبانهای ایرانی دیگه قرار دارن. حالا زبانهای ایرانی دیگه یکیش مثل همون که عرض کردم زبان سکایی سابق یا سغدی که از بین رفته، یا خارزمی که امروز مرده، اینا زبانهای ایرانی هستن که خیلی دور شدن. زبانهای ایرانی دیگه هستن که نزدیکترن از اینا، مثلا پشتو، 50% از واژهای پشتو همه ایرانیه، یعنی اگه شما اونجا زندگی کنید بعد از یه سال بالاخره میتونید حرف بزنید. ولی از نزدیکترین این زبانها به زبان فارسی خب میتونیم بگیم لوریه، لوریو مازی که مازندران باشه و دیلکی، اینا زبانهای ایرانی هستن که بسیار به پارسی نزدیک. این از دید من. سپاسگزارم جناب مقدس. من گمان میکنم که شما یه بخشی رو اگر قبل از این زبانهای ایرانی میگذاشتید به، البته من زبانشناس نیستم، اما بر اثر دالا آموزهایی که تو قسمت همین جنبش رنسانس گرفتم، اینو خدمتون عرض میکنم که اگر شما اول اشاره میکردید به زبانهای پهلوی و یا پارسیک و بعد میومدید پایین به سمت زبانهای ایرانی میومدید، کاملا مشخص میشد که زبانهای کردی، زبانهای آذری، اینها از یک شاخه هستن، جزء زبانهای پهلوی هستن، یعنی اینها از زبان مادری جدا شدن اومدن. بعد دیگه وارد گویش‌های دیگه میشدیم که اینها هم شاخه‌ای از همون زبان اصلی هستن که بهش اشاره کردید. یعنی این قسمت جا افتاد به نظر من، اشاره به اونها نشد، به خاطر همین این پرسشا حتما به میان خواهد آمد. افشین گرامی بفرمایید، خواهش میکنم. افشین جان گویانتون رو باز بکنید، صداتون رو نداره. افشین جان آقای منو داری؟ الو، میبخشید. خب من یه چیزی بپرسم مهران جان، این که میخوام بدونم که جامعه های این کشورهای شمال ایران که حالا فرمودن چقدر آماده است. جامعه که میگم منظورم اینه که حکومت رو جدا کنیم، چون یه چیزی مثل حکومت تاجیکستان حکومت خب ایرانگراییه، ولی مردمش مسئله منه. جامعه هاشون چقدر آماده است که به اون سوی اتحاد ایرانگرایی بیان؟ بعد این جامعه را هم اگر امکان داره بر من دو دسته کنن، یعنی هم مردم عوامش رو توضیح بدن، هم طبقای دانشگاهیش رو. سپاس گذارم. بعضی از این کشورها شوربختانه مانند قرقیزستان شدیداً دارن دور میشن و همون دوچار همون دامچاله میشن که ما در سال 42 سال پیش افتادیم. میرن به سوی اسلام و نمیدونن اسلام چیه. چرا؟ چون همه این کشورها تحت کنترل روسیه شوروی بودن و وقتی که روسیه شوروی اصلا پاشید، اینا همه میخوان برگردن به اصلشون. همه میخوان برگردن به اصلشون و این اصلشون رو نمیدونن چیه. یک موقعی تو همون قرقیزستان اینا کوشش کردن برن به طرف مذهب تینگری، همون مذهبی که چنگیز مغول داشت، میرفت توی آسمان به اصطلاح دعا میکرد و هنوزم که هنوز تو دهات مثلا قرقیزستان میبینی که وقتی ماه شب 14 اینا با روسری میرن بیرون، چون برای ماه احترام قائلن. ولی کلن اینا اصلشون رو گم کردن، نمیدونن چیه. تو هر کشور یه طوری خودشون نشون میده. تو قرقیزستان که داره با پولای عربا کشیده شده به اون طرف، اینا داره میره به طرف اسلام و اسلام ناجور، با اینکه نمیدونن اصلا اسلام چیه. تو قزاقستان هنوز به این شوری نرسیده، اونا دارن میرن به طرف همین اصلشون که فکر میکنن مثلا سکاها بودن، در صورتی که اصلا هیچ ربطی با سکاها ندارن. در ازبکستان که سمرقند و بخارا جزوش باشه، وقتی که شما تو خیابون راه میری و میشنوی، اصلا اینا شیفته تو میشن که تو از ایران داری میای، و نه به خاطر اینکه یک کشوری هستی که مثلا به نام آخوندا میشناسن، نه. به من گفت من
با همین قشنگ گفت من چقدر برای شما حرمت قائلم چون ایرانی هستی، من چقدر سرودهای گوگوش رو دوست دارم. وقتی که مثلا من میرم توی سنگاک یا اون مرکز کلیمیا در بخارا کنار منار کلان، اونجا اینا اصلا هبری بلد نیستن، تمام فقط فارسی گپ میزنن. شما تمام اون بخارا رو که میبینید همه، حتی ازبکا تو تاکسی سوار میشی با شما فارسی میتونه حرف بزنن. و اصلا دو گروه هستن، یه عده میگن ما ایرانی هستیم، یعنی ایرانی هستیم، یه عده میگن ما تاجیک هستیم. حالا منظورشون چیه؟ علاوه دینی ایرانی همون هستن که از ایران بردنشون و تاجیک هستن که از اون بالا اومده، یه عده شیعه یه عده سنیه. ولی در تاجیکستان خوشبختانه این موج اسلامگرایی که سال 1991 آغاز شد سرکوب شد و همین چند وقت پیش هم یکی از رهبرانشون از زندان آزاد کردن، اونم دوید رفت ولی خامنه‌ای رو بغلش کرد، خامنه‌ای حرفا، ولی هیچ قدرتی ندارن. یعنی اون قدرتی که دارن از جنوب، از طریق افغانستان تو اون مناطق شمال بدخشان وارد میشن، ولی عموم مردم یه حالت شبیه به چیز داره، شبیه به ایران زمان پهلوی داره که ما میدیدیم. خب در جنوب شهر یه سری چادر به سر هست، ما اونجا چادر به سر هم نمیبینیم، ولی خب یه مثلا یه روسری مانند میبینیم، مثلا چادر ندیدم اونجا، ولی عده زیادشون هی دارن تحت تبلیغات و آوازگری دولتشون میان به طرف ایرانگرایی. یعنی خوشبختانه این حکومت و یا این فرمانروایی خوب قدرت در دستش گرفته و داره میاره، و حتی در مناطقی که من خب قسمت در بخش دوم سخنرانیم یه روز دیگه خواهم گفت و میبرم توی اون شاهراه پامیر و نشون خواهم داد که شهر تا منطقه چه فرق داره، وقتی که مثلا در تاجیکستان 4 منطقه جدا هستن و یه منطقهش که این پامیریا باشن، اینا همه اسماعیلی هستن و اسماعیلی هم من به جرات میتونم بگم از دید من در صورت یک بخشی از اسلامی که متمدنن. اینا میان تو مسجدشون حتی رو زمین نمیشینن و از این کارا نمیکنن، رو مبل میشینن و آقا خان پول میده اینا همشون رو میفرسته دانشگاه، کلاسای موسیقی میذارن و باقشون که سخن میگی اصلا میبینی اینا اصلا از اسلامی که ما یا جای دیگه وهابی رو میبینن اصلا این حرفا نیست. چرا؟ چون تو همون قلعه علمود یه موقع حسن صبا اعلام کرد، گفت آقا الان شده قیامت، اون سریاتون رو برداریم، اصلا از این به بعد اسلام دیگه اون اسلام نیست، الان یه چیز دیگه است. و اینا اینو گرفتن بردن رسوندنش امروز. اسمشون هست مسلمان اسماعیلی، ولی مثل بهایی‌ها که بسیار روشنفکر بودن و هستن خودشون، حالا بگذارم از سازمانشون، ولی خداشون میبینی اینا هم همینطوری همه روشن فکرن و اینا یک چهارم خود تاجیکستان رو گرفتن، اصلا از اصلشون اینطوری هست. یعنی اون وحشت این که تاجیکستان بیفته به دست اسلامگرای افراطی رو من فکر کنم ما نباید داشته باشیم و باید بریم و از خودمون مایه بذاریم و این قسمت آزاد ایران زمین رو بهش برسیم. سپاسگزارم جناب مقدس. ما الان خودمون 2.5 ساعت نشستیم، شما 1.5 ساعت نشستید. اینه که یواش یواش نشست ما به پایان برسونیم. آخرین پرسش رضای صباغ‌پور، اگه کوتاه بپرسی رضا جان سپاسگزار میشم که دیگه ما نشست رو به اتمام برسونیم. من خسته شدم. میگن توی همونطور که گفتی تو تاجیکستان بهایی هم هست، اینا هم بهایی ها به حال یک چیزایی دارن، یک اهداف که براشون همین خود شوقی مشخص کرده که بتونن مثلا اینا اجتماعاتی دارن کم کم تبلیغ میکنن و اینا هم جذب میکنن. فقال اینا هم یه شاخی از همون شیعه بودن که جدا شدن. آیا اونجا هم فعالیت هایی دارن؟ آیا دولت جلوشون رو، یعنی دولت حواسش هست یا نه؟ یا این که بعد ممکنه اینا باز چیز بشن، یعنی بخوان خواستاشن اهدافشون رو چی میگن عملی کنن؟ من سوالم همینه. هستن شمارشون اونقدر که میفرمایید زیاد نیست،
هستن و دولت تاجیکستان بسیار حواسش جمع هست، حتی مسجد بسیار بزرگ و مرتبی که صندلی داره و مال اسماعیلی هست و اجازه اذان گفتن و نماز گذاشتن اینا نمیدن، بهشون اجازه سخنرانی میدن ولی نه این. ولی اونطور که من میبینم اونجا هیچ نوع خطری از هیچ نوع گروهی نیست و کار این دولت بسیار درسته و خوب داره میره جلو. سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم از تمام سروران گرانقدری که در نشست همراه ما بودن. نشست پرباری بود. سپاسگزارم از شما جناب مقدس و باز هم زادروز اشو زرتشت بزرگ و نوروز رو به همه شما گرامیان شاد و خجسته باد میگم، با آرزوی تندرستی و شادمانی و سربلندی شما. نشست رو دیگه میبندیم و پاینده ایران بدرود. پاینده ایران بدرود.